ای خداوند تو را تسبیح می کنم، زیرا که مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من مفتخر نساخت. ای یهوه خدای من، نزد تو استغاثه نمودم و مرا شفا دادی. ای خداوند جانم را از حفره برآورد، مرا زنده ساخت تا به حاوی فرو نروم. ای مقدسان خداوند او را بسرایید و به ذکر قدوسیت او هم گویید، زیرا که غضب او لحظه ایست و در رضامندی او زندگانی. شامگاه گریه نزیل می شود، صبحگاهان شادی رخ می نماید. و اما من در کامیابی خود گفتم جنبش نخواهم خورد تا عبدالعباد. ای خداوند به رضامندی خود کوه مرا در قوت ثابت گرداندی و چون روی خود را پوشاندی پریشان شدم. ای خداوند نزد تو فریاد برمی آورم و نزد خداوند تضرع می نمایم. در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم؟ آیا خاک تو را هم می گوید و راستی تو را اخبار می نماید؟ ای خداوند بشنو و به من کرم فرما. ای خداوند مدد کار من باش، ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساختی، پلاس را از من بیرون کرده و کمر مرا به شادی بسته، تا جلالم تو را سرود خواند و خاموش نشود. ای یهوه خدای من، تو را هم خواهم گفت تا ابد. سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک بار در خدمتتون هستم که با هم دیگه سلسله پیام هامون رو راجع به شناخت خدای پدر با هم ادامه بدیم تفکرمون رو. بیایید قبل از اینکه درسمون رو شروع بکنیم دعا بکنیم و از خدا بخوایم که واقعا ما رو در این درس ها هدایت بکنه. ای پدر عزیز، خدای بخشنده، تو رو شکر می‌کنیم به خاطر امروز، به خاطر این فرصتی که فراهم کردی. ای خداوند دعا می‌کنم که تو این ساعت رو بر ما مبارک بکنی. دعا میکنم که سخنان زبان من و تفکر دلهای ما همواره منظور نظر تو باشد، ای خداوندی که صخره ما و نجات دهنده ما هستی. آمین. خب ما راجع به ترس خدا میخوایم صحبت بکنیم. من جلسه پیشم خدمتتون گفتم که سخن ما و تکی کلام ما راجع به ترس خدا خواهد بود. ما زیاد درباره ترس شنیدیم. من فکر میکنم که در مورد ترس خدا خیلی کم موعظه شده، باید بیشتر موعظه بشه. مثلا کلا ما رفتار ترس، اون واکنش وحشت و اینها رو ما باهاش هممون آشنا هستیم، جزی از طبیعت بشری هستش این حالت ترسی که ما داریم. و حالا به اشاره خواهم کرد که چرا این ترس وجود داره در ما. یک معنی منفی داره ترس، اون رعب و وحشت، اون ترس به خاطر احساس خطر، ترس به خاطر خجالت یا حراس از مجازات. و این نوع ترس رو ما در کلام خدا اولین باری که باش مواجه میشیم در پیدایش هستش، فصل 3 آیه 10 یا 11. ببینید چه میگه. میگه که از آیه 8 میخونم، میگه آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟
فکر نمی کنم علتش این بود که خدا نمی دونست اونا کجا هستن. فکر می کنم این سوال سوالیه که بیشتر شنونده رو آگاه بکنه به عمق وضعیت اسفناکش. آدم گفت آوازت را در باغ شنیدم، ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. ببینید وقتی که گناه میاد، اولین واکنش انسان راجع به خدا ترسه، و ترس منفی، اون حالت رعب و وحشت، اون احساس خجالت از عریانی. اگر که ما کلمه عریان رو نگاه بکنیم، اون در عربی و عبری میدونید که دو تا از یک خانواده هستن، از خانواده زبانهای سامی هستن و خیلی نزدیک به هم هستن. کلمه عبری اور که ما تو فارسی مثلا میگیم لخت و اور، همون کلمه هستش. عین واوره به معنی برهنگی است. آر که باز ما تو فارسی هم اینو استفاده میکنیم به خاطر زبان عربی که وارد زبان فارسی شده، میگیم مثلا طرف آر و ننگ نداره. یا این بعضی موقع من بچه بودم لباسایی که میپوشیدم مثلا همچین حواسم رو به هیچ به وضعیت ظاهر خودم منصورت اهمیت نمیدادم. بعد مادرم گفت نگاه کن لباسش آر و ننگه. بعد آر به معنی خجالته، اور به معنی برهنگیه، و آر و اور دوتاشون از یک خانواده هستن. و بعضی موقع ما اینها رو تو عبری متوجه میشیم که خیلی موقعها اینا رو بازی میکنن با کلمات. پس اینجا میگه عریانم پنهان شدم. خواننده عبری احتمال خیلی زیاد میدید که یا میشنوید که معنا معنای خجالته. من از برهنگی خودم خجل شدم و این خجالت باعث ترس من شد. ببینید به خاطر این برنامه‌های کامپیوتری که هستش، خیلی یه چیزایی تحقیقایی در کتاب مقدس خیلی راحت میشه. مثلا من یه برنامه‌ای دارم، یک نرم افزاری دارم روی کامپیوترم که خیلی هم ارزون است، اصلا میشه از روی اینترنت اینو خیلی راحت هم دانلودش کرد. و حالا اگه شما دوست داشته باشید یه ایمیل بزنید، من آدرسشو میدم. من فقط پشت تلویزیون نمیخوام تبلیغ نرم افزار کتاب مقدسی بکنم، ولی اگه دوست داشته باشید بهتون میگم شما میتونید اینو پیادهش کنید رو کامپیوتر خودتون از روی اینترنت. این ما خیلی راحت میتونیم یه پیدا بکنیم، مثلا بیایم بگیم که آقا تمام به کامپیوتر بگیم تمام کلمات افعال مثلا ماضی رو برای من پیدا بکن. دو تا دکمه رو دو تا اون تکون میدین، تق 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 در میاد. حالا ما اگه بیان بگیم آقا تمام این افعال رو بگیر فعل امر و فعل نهی رو در بیار. اگر که با دستور زبان فارسی یا دستور زبان عبری یا یونانی آشنا باشید، خب میدونید که فعل امر و فعل نهی دوتاشون در واقع از نظر ساختاری یکی هستن، فقط یه تغییر خیلی کوچیکی در حالی که یکیش منفی میشه یکیش مثبت. برو نرو، ها به با نون که عوض میشه، یا برو مرو، حالا یا میم میذاریم یا نون میذاریم در زبان فارسی و میشه نهی، ولی اون ریشه اون رو به اصطلاح بن مضارع در دوتاش یکیه. در زبان عبری و یونانی هم به همین شکل افعال نهی و امر یک خانواده هستن و با یک خیلی
جزئی پیشوندی یا پسوندی که ما ممکنه بهش اضافه بکنیم مشخص میشه، این امر و نهیش متمایز میشه. حالا ما اگه بگیم که به این برنامه کامپیوتر بگیم که تمام افعال امری رو برای ما جدا بکن و دستبندی بکن، خواهیم دید که اون فعلی که بیشتر از هر فعل دیگه استفاده شده، حالت امری، اون فرمانی که متداول‌تر از هر فرمان دیگه است در کلام خدا، در رابطه با پرستش و ستایشه. پس افعالی از قبیل خدا را بپرستید، خدا را شکر کنید، نام او را متبارک خوانید، او را حمد گویید، او را سپاس بگویید، او را تمجید کنید، پرستش کنید و غیره و غیره و غیره، وقتی که ما اینا رو نگاه میکنیم بیشترین تعداد رو به خودشون اختصاص میدن. چرا خدا به ما یک همچین امری رو میکنه؟ به خاطری که به طور طبیعی ما رغبتی به پرستش خدا نداره. ما ذاتاً بت پرست هستیم، ما ذاتاً خدا پرست نیستیم. آیا اینو میدونستید؟ ما ذاتاً انسان گناهکار ذاتاً نمیخواد به خدا کاری داشته باشه. ما در گناهان خود مرده بودیم، مسیح ما رو زنده کرد، اونایی که مسیح زنده کرده. خیلی هم هستن که هنوز در گناهان خودشون مردن و خودشون خبر ندارن. ما پرستش های ما در زمانی که در گناه هستیم، پرستش های ما از خود پرستی است. آیا فکر کردید راجع به این قضیه که حتی ما وقتی که میخواییم خدا رو بپرستیم انقدر خود پرست هستیم که نمیتونیم؟ من اینو بارها گفتم که اراده ما انقدر به خودش پیچیده که حتی وقتی که ما یک کسی دیگه رو میخواییم راضی بکنیم، بازم برای اقناع خودمون میخواییم اون رو راضی بکنیم. پاکترین، آسمانیترین، زیباترین عشقهای بشری باز حالت خودپرستی داره. و من یادم میاد چند سال پیش با یه دوستی صحبت میکردم که مسیحی نبود و تا اونجایی که خبر دارم هنوزم مسیحی نیست، و ایشون یک دختر رو خیلی دوست داشت و اینا. بعد به یه بار صحبت کردم، گفتم تو این دختر رو برای کی دوست داری؟ آیا به این خاطر دوست داری که اگر میدونی که اگر تو شوهرش بشی اون دختر خوشبخت‌ترین دختر دنیا خواهد شد؟ یا یعنی تو میخوای برای خودت؟ گفت نه، من برای خودم میخوام. گفتم این غلطه برادر عزیز. تو اون عشقی که تو اینقدر داری درباره‌اش صحبت میکنی خودپرستیه. تو اون دختر رو نمیخوای چون معتقد نیستی که واقعاً بهترین اتفاقی که ممکنه برای اون دختر بیفته این است که با تو ازدواج بکنه. تو میتونی بهترین شادمانی و لذت و سعادت رو نصیبش بکنی. و آخرش هم رفت و ازدواج کرد و دو سال بعد اون طلاق گرفت. میبینید؟ حتی قوی ترین احساسات ما که در گناه هستیم، زمانی که در گناه هستیم، حتی قشنگترین احساسات ما آمیخته با خودپرستی است. برای همینه که خدا مرتب بارها و بارها و بارها به ما فرمان خداپرستی میده. و بعد اگر اون برنامه کامپیوتری ما بریم ادامه بدیم بگیم که خب حالا اولین تناوب، بله ما میبینیم که بیشترین فرمان مال پرستش خداست، دومیش چیه؟ میبینیم فعل نهی نترسه. مشوش نباش، مترس، نگران مباش، حراسان مباش و غیره. بعد جریان چیه؟ جریان این استش که گفتم رفتار طبیعی ما رفتار خدا پرستی نیست و رفتار طبیعی ما انسانهای گناهکار رفتار ترسه. ما ذاتاً آدم های ترسویی هستیم، پر از دلخوره، پر از احساس عدم امنیت، پر از ترس. حالا شاید هممون یکی رو
دو تا نمونه شهامت و شجاعت رو داشته باشیم و در زندگی میگیم نه من آدم ترسویی نیستم، من فلان روز تو تاکسی داشتم چی میشد فلان شخص مهم مملکت رو انتقاد کردم یا فلان جوکو گفتم که اگر که آدم دیگه بود ممکن بود ترسیده میگفت یا به فلان شایعه گوش دادم یا غیره. ولی اگه با خودمون صادق باشیم میبینیم ما وجودمون پر از نگرانی هاست، پر از حساب کتاب کردنه، پر از اینه که اگه من این کار نکنم اینجوری میشه، اگه من به اون اینو نگم این اینجوری میشه. و یه درصد خیلی بزرگی از دروغ هایی که مردم به زبان میارن، درصد خیلی بزرگی از اون حساب کتاب هایی که میکنن، اینا فقط به خاطر ترساشونه. چرا پرستش انقدر مهمه؟ به خاطری که اگه ما خدا رو بپرستیم از این ترس ها آزاد میشه. ببینید وقتی که ما چندین جلسه پیش راجع به قدوسیت خدا به مثابه مرکزی ترین جنبه خدا خدمتون صحبت کردم و گفتم که قدوسیت خدا اون کلیدیه که باهاش میشه تمامی گنج‌های طبیعت خدا رو بهش دسترسی پیدا کرد. و اگه ما میخوایم اون دانشمون راجع به خدا زیاد بشه باید از این کلید استفاده کنیم و بدونیم که خدا مقدسه، با بقیه فرق میکنه. و راجع به تقدس خدا خیلی تفکر کردیم اگه یادتون باشه. ولی حالا من میخوام یه چیزی بهتون بگم و اونم اینه که تقدس خدا دو تا واکنش رو در ما ایجاد میکنه. این دو تا واکنش عبارتند از یک، پرستش. در رابطه با تقدس خدا من مجبورم پرستش بکنم. اگر یک انسان طبیعی عادی که دچار ناهنجاری های روانی و جنسی و اینها نیست رو نگاه بکنیم میبینیم که ایشون از یک پاکی، از زیبایی، از لطافت یک موجود بیگناه لذت میبره. آدمایی که دچار ناهنجاری روانی و جنسی نیستن بچه ها رو دوست دارن. چرا؟ چون از پاکیشون لذت میبرن، میگن آخه چقدر بیگناهه، چقدر نازه این بچه، نوزاد رو ما دوست داریم، یه جوجه مرغ و یه جوجه اردک رو ما خیلی کیف میکنیم، چون پاکی و اون زیبایی سادگی رو ما درش میبینیم. کلامم درباره قدوسیت خدا میگه خدا را در زینت قدوسیت رو بپرستید. قدوسیت رو به زینت خدا تمثیل میکنه و به کلام میگه که اون چی که خدا رو زیبا میکنه همون پاکی و بری بودن از گناهه. حالا قدوسیت خدا زیبایی خدا هست و ما رو به او جذب میکنه، درست؟ ولی در این حال قدوسیت خدا ما رو به رعب و وحشت وا میداره. یادتون میاد اون داستانی که پتروس وقتی که خدا رو، خداوند عیسی مسیح رو ملاقات میکنه میگه که ای خداوند از من دور شو، من مرد گناهکاری هستم. وقتی اشعیا خدا رو در معبد میبینه هراسان میشه. و بارها ما میبینیم که وقتی که مردم با خدا یا با فرشته خداوند روبرو میشن واکنششون ترسه. برای همینی که همیشه فرشته خداوند به جای سلام و پرسی اولین کلمه که از دهانش خارج میشه میگه نترس. نمیگه سلام، حالت چطوره، خوب هستی، بچه ها چطورن، کاسبی چطوره. اولی حرفی که از دهان فرشته خارج میشه میگه نترس. چرا؟ چون روبرویی با قدوسیت، روبرویی با عظمت خدا واکنش ترس رو در ما ایجاد میکنه.
اون واکنشی که عرض کردم رعب و وحشت، ترس به خاطر احساس خطر، ترس به خاطر خجالت یا حراس از مجازات. ما مسیحا نباید این ترس رو داشته باشیم. ما برهنه نیستیم. گفتم که اون ترسی که آدم و حوا داشتن به خاطر برهنگیشون بود. ما برهنه بودیم و عریان بودیم و خودمون رو پنهان کردیم. ما که برهنه نیستیم. مسیح برهنگی ما رو پوشونده، به ما ردای عدالت داده. ما الان دیگه تمام اون لکه ها و تمام اون گناهان و تمام اون چیزایی که داشتیم پوشیده شده به وسیله خون عیسی مسیح. در لوقا فصل 15 اون داستان زیبای پسر گمشده رو که هممون شاید بارها خوندیم و شنیدیم، وقتی که پسر گمشده با پدر روبرو میشه، پدر چه کار میکنه؟ بهش ردا میده. برهنگیش و اون زندگی گذشته و اون لباسای تکه پاره‌ای که به کثافت و خاک و خوک آلوده بوده رو با ردای خوب، با اون خلعت عالی میپوشونه. مسیح همین کار رو برای ما کرده. ما ردای عدالت مسیح رو داریم. ما به وسیله خون عیسی مسیح برهنگی ما پوشیده شده، خجالت ما دور شده. پس ما معنی اول ترس رو به معنی احساس رعب و وحشت و حراس از مجازات نداریم، بلکه دوم، نکته دوم این است که ترس، معنای دوم ترس، معنای مثبت ترس معنی احترام و حیرت زده شدن، واکنش نسبت به ابهت خدا. معنای دیگر ترس از رنجانیدن یا ناراحت کردن یا بی احترامی کردن یا آبروی شخصی رو خدشه‌دار و لکه‌دار کردنه. پس دو تا معنای، سه تا معنا از درباره ترس هست. یک معنا برای افراد گناهکار، افراد بی ایمان هستش که رعب و وحشت به خاطر احساس خطر، به خاطر خجالت، به خاطر حراس از مجازات. اون قسمت کلام ما یادمون است در اشعیا که میگه که اینا دلشون میخواست که کوها بریزه روشون و اونها رو نابود بکنه، و اینو ما میبینیم در مقابل مسیح. وقتی که مرد مسیح قیام کرده، مسیح که بازگشت میکنه پیروزمندانه، میبینیم که گناهکاران یک همچین واکنشی دارن. ولی ما که اینجور نیستیم. پس ترسی که ما مسیحا داریم دو جنبه داره. یکی به معنی احترام، حیرت زده شدن و واکنش نسبت به ابهت خدا هستش، و دومی ترسی که ما میتونیم داشته باشیم ترس از رنجانیدن، ناراحت کردن، بی احترامی کردن و آبرو و احترامش معبودمون رو لکه‌دار کردنه. من خیلی کارا رو نمی کنم چون از همسرم میترسم. نه اینکه میترسم که بلایی سرم بیاره، نه اینکه آدم زنزلیلی باشم، نه، به خاطری که همسرم رو بهش احترام میذارم، به عقیدش احترام میذارم، به خاطری که همسرم برام عزیزه، یک کاری نمی کنم که اون ناراحت بشه. و یه اگر که مثلا من قراره که یه جایی گیر کردم و ممکنه دیر برسم، یه تلفن میزنم به خونم که اون ناراحت نشه. نه اینکه میترسم، نه اینکه چیزه که اگه مثلا من حالا 5 دقیقه دیر بیام زنم تو خونه رام نمیده یا هرچی، نه، این نیست. مسئله احترامه. مسئله نمیخوام دل کسی رو بشکنم. همین رابطه ما با خدا داریم. ما که مسیح هستیم، ما که خدا ما رو به خون خودش پاک کرده و پوشانیده و برهنگی ما رو برده، حالا ما واکنشمون راجع به خدا اینه که ما نمیخوایم اون رو برنجونیم.
میگه روح القدس رو محزون نکنید. ما نمیخوایم روح خدا محزون بشه، میترسیم که خدا ما رو دلش رو بشکنه. حالا درباره خصایص شخص خدا ترس میخوام یکمی تفکر بکنیم که ببینیم که حالا که خداوند ما رو به ترس خدا خوانده، نمونه هایی که به ما داده از آدم های کامل و راست و درست آدم هایی هستن که خدا ترسن. ما مثلا در کتاب ایوب فصل 1:1 درباره شخصیت ایوب اینجوری میخونیم که ایوب شخصی بود که کامل، راست و خدا ترس بوده، از بدی اجتناب مینمود. 4 تا جنبه شخصیت ایوب رو کلام ما میگه. کاملیتش هست، پیروی از راستی کردنه، او راش درسته، به کج چپ و راست نمیره، کج روی نداره، او از بدی اجتناب میکنه و خدا ترسه. ترس خدا یک چیزی است که کلام بارها و بارها به ما میگه. مثلا در رومیان فصل 3 درباره افراد گناهکار چی میگه؟ میگه که اینها جمعی کسی طالب خدا نیست، همه کسی فهیم نیست. آیه 11 فصل 3 آیه 11 از آیه 10 میخونم، میگه چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نیست، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. پس آدمای گناهکار، آدمایی که یعنی همه ماها قبل از که عیسی مسیح رو به عنوان سرور و خداوند نجات دهنده خودمون بپذیریم، ما هم جز این افراد بودیم. گلوی آنها گور و گشاده است و به زبان خودشون فریب میدن و زهر مار در دهانشان است و دهانشان پر از تلخی و لعنت و در طریقهای آنها هلاکت و پریشانی است و خدا ترسی در چشمانشان نیست. ما میبینیم که خدا ترسی یک چیزیه که یک عمل پسندیده هستش، یک جنبه خوبیه که خدا میخواد. حالا ببینیم که ما شخص خدا ترس چه خصایصی داره، حالا که خدا از ما میخواد که خدا ترس باشیم برای چی. پس چند تا نکته من میخوام بهتون بگم و آیاتی را خدمتون قرائت خواهم کرد که کمک بکنه به درک مطلب. یکی اولین نکته‌ای که یک شخص خدا ترس داره این استش که از شخصیت خدا درک صحیحی داره. ببینید، افرادی هستن که عیسی مسیح رو به عنوان سرور و نجات دهنده خودشون نپذیرفتن ولی ادعای تقدس و مذهبی بودن میکنند و میگن که ما خیلی هم آدمای مذهبی و مقدسی هستیم و خدا رو ما از خدا میترسیم و غیره و غیره، ولی شخصی که از خدای واقعی بترسه خدای واقعی رو درست میشناسه و درک افرادی که خدا رو در عیسی مسیح نشناختن یک درکی دارن که با کلام خدا اصلا سازگار نیست، مغایره. من حتما همتون این تجربه رو داشتید که با افرادی صحبت میکنید که ادعای خداپرستی و خداترسی میکنن ولی اون تفکری که از خدا دارن خیلی با واقعیت امر جور در نمیاد. مکاشفه فصل 15 آیه 3 به بعد راجع به افرادی صحبت میکنه که خدا رو ملاقات کردن، در آسمان هستن. اینها افرادی هستن که
فدیه شدن و دارن سرود پیروزی رو میخونن در زمان اون بلاهایی که هستش. و بعد ببینید به کلمات دقت بکنید، ببینید چه درکی از خدا دارند. آیه 3 میگه سرود موسی بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند، خدای قادر مطلق، عدل و حق است راه های تو ای پادشاه امتا. کیست که از تو نترسد؟ کسایی که خدا را اینجوری بشناسند که بدونن که اعمال و عظیم و عجیب و عدل و حق و راه های او درسته، او پادشاه امت ها هستش، واکنششون، واکنش درستشون ترس از خدا هستش. عرض کردم وقتی که ما در مقابل قدوسیت خدا قرار میگیریم، واکنش اصلی ما واکنش ترس خدا هستش. کیست که از تو نترسد؟ خداوند، آیه 4، و کیست که نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع امت ها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا احکام تو ظاهر گردیده است. در این قسمت عرض کردیم که افرادی که درک خوبی از خدا دارند، افراد خدا ترسی هستند که خدا را خوب میشناسند. افراد خداترس، نکته دوم این است که درک درست، درک مناسبی از حضور خدا دارن. ببینید خدا همیشه با ما هستش. هر کاری که من بکنم، هر کاری که شما بکنید، هر فکری، هر عملی، هر برنامه‌ای تو تلویزیون نگاه بکنید، هر کتابی رو بخونید، هر خیالی تو ذهنمون باشه، خدا اونجا حضور داره. و وقتی که ما این حضور خدا برامون جا میفته، از خدا ترسمون زیاد میشه و خدا ترسی ما وقتی که در وجود ما به قول معروف ملکه ذهنمون بشه، در وجود ما نهادینه بشه، اون موقع حضور خدا رو ما کاملا همیشه بدونیم که هستش، ترس خدا خانخا در وجود ما پیدا میشه. ببینید فصل 27 کتاب پیدایش ما داستان یعقوب رو میبینیم که داره از عیسو فرار میکنه و به پیدایش فصل 28 وقتی که داره فرار میکنه، آخر فصل 27 عیسو با یعقوب اختلافشون خیلی شدت پیدا میکنه، میاد در فصل 28 اونجا یک مکاشفه از خدا میبینه، یه جایی رو میخوابه، وقتی که یه خواب میبینه که یک نردبانی از زمین به آسمان بالا شده و یه سر اون نردبان به زمین، یه سرش به آسمانه و فرشته ها میاند و میرن و اون عهد خدا با اون بسته میشه و میگه که خدا میگه که من هستم. یا آیه 13 میگه خدا بر بالای اون نردبان، اون انتهای اون نردبان ایستاده. حالا بعدها ما صحبت زیاده که این نردبان یک نمونه هست از عیسی مسیح که آسمان و زمین رو به هم مرتبط میکنه، انسان و خدا رو به هم مرتبط میکنه. و حالا میگه که من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق، این زمینی که تو بران خفته به تو و ذریت تو میدهم و ذریت تو مانند غبار زمین خواهند شد که شده، و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهی شد که شده. هر جایی که ما بریم، تو هر کشوری که بریم، میبینیم که فرزندان یعقوب، فرزندان اسرائیل، بنی اسرائیل هستند و خیلی هم موفقند و خیلی هم واقعا برکت های خدا رو دارند.
و میگه که اینک من با تو هستم، اون عهد خداست، با تو هستم، آیه 15، و تو را در جایی که روی محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم. و غیره آیه 17 واکنش یعقوب به حضور خدا رو ببینید. میگه یعقوب از خواب، آیه 16، از خواب بیدار شد و گفت البته یهوه در این مکان است و من ندانستم. پس ترسان شده گفت این چه مکان ترسناکی است، این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. جایی که حضور خدا رو میبینه ترس میگیره. آدمای خدا ترس، افرادی که خدا رو خوب خدا ترسن، یک، خدا رو خوب میشناسند، شناخت درستی از خدا دارن، دو، از حضور او آگاهن. حضور خدا ترس میاره، ترس خدا آگاهی از حضور خدا رو میاره. سوم، فرد خدا ترس درک و تشخیص خوبی داره، درک و تشخیص خوبی داره از وظیفه و واکنش خودش راجع به خواسته های خدا. ببینید فرد خدا ترس اول خدا رو خوب محبت میکنه، دو، او رو به طور کامل اطاعت میکنه، سه، به طور کامل به او اعتماد داره. خدا از ما میخواد که خدا ترس باشیم تا به او ایمان بیاریم، که او رو محبت بکنیم. خداوند خدای خود رو با تمام دل و جان محبت کن، او رو به طور کامل اطاعت بکنیم. خدا میگه که من اطاعت میخوام، نه قربانی. میخوام که شما از من اطاعت بکنید، نه اینکه برید کار خودتون بکنید بعد مثلا حالا برید تو کلیسا $5 هم بندازید یا 5 تومن هم بزنید تو صندوق کلیسا، فکر کنید که دیگه حالا کمر قول شکندین. و خدا میخواد که ما به او اعتماد داشته باشیم، به او توکل بکنیم، به او اعتماد دل بدیم. پیدایش فصل 22 آیه 12 ما این رو در ابراهیم پدر ایماندارا میبینیم. او خدا رو بیشتر از پسرش دوست داشت، الف، به خدا اطاعت کرد تا حد حتی گذراندن پسرش برای قربانی، و په به خدا اعتماد داشت ابراهیم که بره رو فراهم میکنه. یادون میاد داستان وقتی که داشتن میرفتن با لکو، اسحاق گفت ای پدر من آتش و هیزم، بره کجاست؟ گفت خدا بره رو فراهم میکنه. پس خدا، انسان خدا ترس، انسانی که خدا رو دوست داره، از او اطاعت میکنه و به او اعتماد میکنه. حالا بیاین تفکرمون رو ادامه بدیم که چجوری ما میتونیم این ترس خدا رو در خودمون تقویت بکنیم. گفتم ما به طور طبیعی خدا پرست نیستیم و به طور طبیعی ما از همه چیز میترسیم. وقتی که روح خدا میاد در زندگی ما عمل میکنه، وقتی که عیسی مسیح میاد و ما رو نجات میده، خدا پرستی رو در ما قرار میده و ترس خدا در ما قرار میگیره، و که ما یواش یواش کمتر از چیزهای دیگه بترسیم و بیشتر از خدا بترسیم، کمتر چیزهای دیگه رو پرستش کنیم، بت‌ها و زندگیمون رو نابود بکنیم و پرستشمون رو به طرف خدا منطف بسازیم. ولی میخوام بهتون بگم که این یک چیزیه که باید در زندگیمون رشد پیدا بکنه. مثلا هر چیز دیگه در زندگی ما اگه این رو تغذیهش بکنیم رشد پیدا میکنه، اگه تغذیهش نکنیم آتروفی پیدا میکنه و میمیره و ضعیف میشه. مزمور 34 آیه 11 به ما یک راهکار میگه، میگه که دعا و کلام خدا پرستش باعث میشه که این ترس خدا در ما رشد بکنه.
زندگی در کلام، زندگی در دعا، زندگی در پرستش باعث میشه که این خدا ترسی در ما رشد بکنه، به تقویت بشه. مزمور 34 آیه 11، من دارم سنم داره میره بالا، یعنی یه جور شدم که نه با عینک میبینم یا بدون عینک، بعد دارم از این عینک های جدید ها بخرم که هنوزم نتونستم برم این کارو بکنم، پولش زیاد میشه. یعنی وقت عینک همو بر میدارم دور رو نمیبینم، وقتی میذارم نزدیک رو نمیبینم. بالاخره حالا هر کی مشکلی داره، ما حالا هنوز دستم به اندازه کافی دراز میشه، ولی یادم یه روز مامانم گفتش که من میخوام برم دکتر. گفتم چی شده مامان؟ خدا بد نده دکتر بهشی. گفت میخوام برم بری دکتر چشم. گفتم چرا؟ گفتش که دستم دیگه ای درازتر نمیشه. میخواست هر کاره بکنه اینجوری میگیره، میگه دیگه ای درازتر نمیشه، برم یه عینک میگیرم. حالا من به اون حد دیگه سنم رفته بالا، حرف منو گوش کنید. خب بریم از جوک امروز. مزمور 34 آیه 11 میگه ای اطفال بیایید مرا بشنوید، ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. پس ترس خداوند رو میشه یاد گرفت. خبر خوبی عزیزان که ترس خداوند رو ما میتونیم یاد بگیریم و درش بزرگ بشیم. میگه بچشید و آیه 8 بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بود توکل میدارد. ای مقدسین خداوند، ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. عرض کردم اول عرایزم که ما انسان ها خیلی تمام زد و بندامون، تمام اون حساب کتابمون به خاطر که از آینده اون میترسیم، ولی اینجا میگه ترسندگان او را کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی میکشند، اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. چه خبر عالی، چه قول عظیمی، چه وعده بزرگی که کسایی که طالب خدا هستند چیز کمبودی نخواهند داشت. ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. من واقعا به عنوان یه برادرتون، به عنوان کسی که دوستتون داره، از اون خواهش میکنم، تشویقتون میکنم که مزمور 34 رو یکی دو مرتبه خودتون تو خلوت زندگی، تو خلوت جایی که دارید که میتونید خلوت بکنید و دعا بکنید، این مزمور رو بخونید و خیلی بنا کننده هستش. هرچی که ما بیشتر در احسانهای خداوند، هرچی بیشتر در محبتهای او تعمق کنیم، ترس او در ما بیشتر میشه. هوشع فصل 3 آیه 5 میگه، آیه 4 میگه زیرا بنی اسرائیل ایام بسیاری را بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند، به خاطر گناهی که کردن. واقعا اینجا صحبت این است که به خاطر گناهی که بنی اسرائیل کرد، اون چیزایی که برای پرستش خدا لازم داشتن رو از دست دادن. ببینید بزرگترین اتفاقی که در گناه میفته این است که ما استطاعت پرستش خدا را از دست میدیم. بزرگترین اتفاقی که در با گناه میفته این استش که ما یادمون میره چی رو پرستش بکنیم، اون توانایی پرستش رو از دست میدیم، ترس خدا از ما دور میشه. و اینجا هم میگه که به خاطر گناهشون اون چی که نیازشون هست از نظر جسمانی و مادی که یک ملت باشن، یهودی ها بنی اسرائیل پادشاه و رئیس و اینها رو نداره، قربانی و
ایفود و ترافیم، اون چیزایی که نیاز داشتن برای قربانی کردن و اینا هم برای مدتی نخواهند داشت. و بعد خبر خوش اینه، ببینید، بعد از آن بنی اسرائیل بازگشت نموده، یهوه خدای خیش و پادشاه خود داوود را خواهند طلبید. پادشاه یهود داوود، فرزند داوود عیسی مسیح، و ما واقعا دعا میکنیم برای روزی که برادرها و خواهرای کلیمی ما فرزند داوود عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه خودشون به رسمیت بشناسند و در ایام بازپسین به سوی خدا و احسان او با ترس خواهند آمد. ما هرچی که خداوند رو و احسانهای او رو بیشتر بشناسیم، ترس خدا در ما بیشتر رشد میکنه. مزمور 130 آیه 4 بذارید از آیه 1 میخونم، چون مزمور بسیار زیبایی است. میگه ای خداوند، از اعما از عمقها نزد تو فریاد برآوردم. ای خداوند، آواز مرا بشنو و گوشهای تو به آواز تضرع من ملتفت شود. ای یا اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند. آیه 4 تکیه کلام این صحبت ما هستش که مغفرت نزد توست تا از تو بترسند. وقتی ما بخشش خدا رو، احسانهای خدا رو درک میکنیم، هرچی در باره اون هدیه که خدا ما داره تفکر میکنیم، ترس خدا در ما بیشتر میشه عزیزم. خب حالا صحبت کردیم راجع به معنای ترس، راجع به معنای منفیش، راجع به معنای مثبتش، راجع به اینکه افرادی که خدا ترسند خدا رو میشناسند، خدا رو درست میشناسند. چرا؟ به خاطری که درک صحیح از خدا دارن، چون که ما احسانهای خدا رو وقتی بدونیم، ترس ما از خدا بیشتر میشه، بخشش او رو بشناسیم، ترس ما از خدا بیشتر میشه، در کلام او تفکر کنیم، ترسمون بیشتر میشه و غیره. و نکته چهارم درباره منبع ترس خداونده، سرچشمه ترس خداوند. این ترس خدا از چه منبعی، حالا از چه چاهی داره جاری میشه؟ چجوری میشه ترس خدا رو پیدا کرد؟ عرض کردم در طبیعت بشری ترس خدا وجود نداره، ترس به معنی مثبت کلمه. ترس خدا رو من چند تا نکته میخوام بگم راجع به چجوری میشه ترس خدا رو پیدا کرد، اون عرصت منابعش. منبع اولش فیضه. ببینید، من حدود 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، پس این دوتا رو خیلی سریع خدمتتون میگم که فیض خداست که ما ترس خدا رو یاد میده. افرادی که از خدا نمی ترسند از فیض خدا محرومن، باید به حالشون تأسف خورد، نه بهشون قط ببرزید. کسی که ترس خدا رو نداره، فیض خدا رو نچشیده، مورد لطف خدا نیست، مورد احسان خدا نیست. احسان خدا، بخشش خداست که در ما ترس خدا رو ایجاد میکنه. ارمیا فصل 32 آیه 38 تا 40 ببینید چجوری میگه. فصل 32 آیه 38 تا 40 میگه درباره عهدی من صحبت میکنه که خدا با قوم خودش، عهد جدید، عهدی که من و شما وارث و بهره گیرنده اون عهد هستیم. میگه ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. ایشان را یک دل و یک طریق خواهم داد تا به جهت خیریت خیش و پسران خیش که بعد از ایشان خواهند بود همیشه اوقات از من بترسند. وقتی خدا عهدش رو با یک
شخصی برقرار میکنه وقتی که من و شما مسیحی میایم و وارد عهد جاودانی، وارد عهد ملوکانه خدا میشیم، فیض خدا رو مشمول ما میشه، او فیض خدا ترس خدا رو در ما ایجاد میکنه. اگر از خدا نمیترسید، شاید دلیلش این باشه که فیض خدا رو دریافت نکردید. مزمور 130 رو خوندیم، رحمت و بخشایش خدا باعث میشه که ما ترس خدا رو در دل داشته باشیم. انسان به معنای مطلق کلمه، معنای حقیقی کلمه، حکمت نداره، عقل نداره، مگر اینکه اول ترس خدا رو یاد بگیره. ترس خدا ابتدای حکمت، امثال به ما میگه اون الف به پیته سه حکمته، عقله. میخواید عقل یاد بگیرید، اول ترس خدا رو یاد بگیرید. اگه میخواید حکمت خدا رو یاد بگیرید، اول ترس خدا رو یاد بگیرید. اگر به وسیله من دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم، پس بیا یک موعظه دو سه دقیقه بهتون بگم. کاش که همه کشیشا مثل من موعظه هاشون دو دقیقه بیشتر طول نمیکشید، چه خوب میشد واقعا. اگر به توسط عیسی مسیح بخشیده شدید، اون جنبه منفی ترس خدا رو دیگه ندارید، از اون جنبه منفی راحت شدید عزیزم. ولی باید جنبه مثبت ترس، یعنی احترام، یعنی ترس از رنجانیدن، یعنی ترسی که حالت واکنش به ابهت عظمت خدا رو در دلتون داشته باشید و اون رو پرورش بدید. در صلیب عیسی مسیح محبت کامل خدا به منصه ظهور رسید و همینطور شدت و حدت غضب او نمایان شد. به خاطر محبتش او غضب خودش رو به طور کامل بر عیسی مسیح ریخته. اگه ما اون محبت و اون هدیه خدا رو قبول بکنید، از اون غضب اون کاملا آزاد خواهید شد. اگر که به وسیله ایمان به عیسی مسیح عزیزان شما بخشیده شدید، ایمانتون و اون بخشودگیتون باعث میشه که ترس خدا در دل شما ایجاد بشه و اون ترس روز به روز رشد بکنه. این منبع ترس شما از خدا خواهد بود، یعنی بخشیده شدنتون، اون فیضی که هستش. برای ما مسیحی‌ها که این هدیه رو قبول کردیم، واکنش دیروز ما، واکنش طبیعی ما ترس خدا نبود، بلکه واکنش طبیعی ما پنهان شدن از خدا بود و ترسیدن از این چیز و اون چیز. اکنون که به وسیله خداوند بخشیده شدیم، احسانهای خداوند رو به یاد میاریم و ترس خداوند رو در خودمون روش میدیم. دعا میکنم که واقعا ترس خداوند در زندگی من و در زندگی شما یک حقیقت باشه، یک واقعیت باشه و مشهود باشه و دیگران هم بتونن همون جوری که درباره ایوب گفتن که او مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب میکرد، راجب فریبرز و راجب شما دوست عزیزم همین رو بتونن شهادت بدن که اونها مسیحی هستن، کامل و راست بودن، از بدی اجتناب میکردن و ترس خداوند رو داشتن. موضوع ادامه میدم جلسه دیگه. فیض خداوند همواره با شما باشه عزیزان. آمین.